داستان زندگی باور نکردنی حضرت رقیه رضی الله عنها، یکی از 10 بانوی عفیف جهان. بانوی صحابه و عفیفی که اهل آسمان به او غبطه می‌خوردند. همسر گرامی شخصی که فرشتگان هم از او شرم و حیا داشتند. صحابه‌ای که خداوند اونو از دست زنی که هیزمکش جهنمه نجات داد. حضرت رقیه رضی الله عنها که از همون صدر اسلام در هر رنجی شریک بود. او نوگل زندگی سعادتمند و اولین دختر وفات کرده پیامبر اسلامه. حضرت رقیه یک سال بعد از وفات برادر بزرگتر خودش قاسم در مکه به دنیا آمد. پیامبر اکرم در اون زمان 32 سال و حضرت خدیجه 47 سال سن داشتند. به دنیا آمدن دخترشون بعد از وفات پسرشون تا حدی فضای خونه رو تغییر داده. تولد حضرت رقیه هوای خونه رو به هوای عید تغییر داده. پیامبر به خاطر تولد دخترش رقیه مراسم قربانی عقیقه را به جای آورد. عقیقه از سنت‌های اسلامیه که 7 روز بعد از تولد فرزند به جهت حفظ اون از بلاها حیوانی رو برای اون قربانی می‌کنند. به اندازه موهای نوزاد تازه به دنیا آمده نقره بین فقرا تقسیم کردند و پیامبر اسم دختر تازه به دنیا آمدش رو رقیه که به معنی رکوع کننده و افسونگر گذاشت. حضرت خدیجه مثل حضرت زینب به او 7 روز شیر داد و در پایان روز 7 برای سلامت و رشد بهتر نوزاد طبق سنت اعراب اون دوران دخترش رو به دست دایه سپرد. مثل بقیه خواهرش به حضرت زینب هم بانو سلما کنیز حضرت صفیه عمه پیامبر شیر داد. حضرت رقیه در دامن حضرت خدیجه که مادری فداکار، بالغ و خردمند بود بزرگ شد. حضرت رقیه ادب، آداب معاشرت و اخلاق رو در کانون گرم خانواده فرا گرفت. او از پیامبر اکرم که سرچشمه رحمت بود و همه دنیا به او غبطه می‌خوردند، عشق، احترام، مهربانی و مرحمت رو آموخت. حضرت رقیه بعد از ازدواج خواهر بزرگترش حضرت زینب مسئولیت انجام کارهای منزل رو به عهده گرفت. او با تبحر، دقت نظر، سازماندهی و نظم و ترتیب توجه نزدیکان خودش رو به خودش جلب می‌کرد. اون به همراه خواهر خودش ام کلثوم به مادر فداکار خودش در انجام کارهای منزل یاری می‌رسوند. بین این دوتا خواهر اختلاف سنی زیادی نبود، به همین خاطر مثل دوتا خواهر همزاد بودن. اونا با نهایت احترام، عشق و مهربانی با یکدیگر ارتباط داشتن. تقدیر الهی به قدری اونها رو به یکدیگر نزدیک کرده بود که انگار زندگیشون با هم گره خورده. حضرت رقیه هم قرار بود که به همراه مادر و خواهرش سختی‌ها و دشواری‌هایی که به دنبال پیامبری رسول خدا شروع می‌شد رو با تمام وجود لمس کنه. بعد بهتون بگم که در دوران جاهلیت وقتی دخترها کمی بزرگتر می‌شدن براشون خواستگار پیدا می‌شد. مخصوصاً در دوره‌ای که اخلاق و ادب و انسانیت کم رنگ شده بود، هر خانواده‌ای دوست داشت تا فرزنداش با خانواده‌ای وصلت کنند که در عادات و سنت‌های دوران جاهلیت غرق نشده باشند. ابو لهب، عموی پیامبر و همسرش که در همسایگی پیامبر زندگی می‌کردند، قبل از اینکه کسی طالب و خواستار دخترای پیامبر بشه، تمایل داشتن تا رقیه و ام کلثوم در اسرع وقت با پسرای اونا وصلت کنند. اونا به همراه هیئتی که عموی بزرگ پیامبر، ابو طالب هم در اون هیئت حضور داشت، به منزل رسول خدا رفتن. اونا آرزوی خیشاوندی با عموزادگان خودشون رو داشتن و بعد از کمی صحبت ابو طالب سر صحبت رو چنین باز کرد: ای برادرزاده، زینب را به همسری ابوالعاص بن ربی در آوردی. او واقعا یک خیشاوند شریفه. برای خواستگاری از رقیه و ام کلثوم برای پسر عموات عتبه و عتیبه اومده ایم. ای برادرزاده، زینب رو به همسری ابوالعاص بن ربی در آوردی. او واقعا یک خیشاوند شریفه. من الان برای خواستگاری از رقیه و ام کلثوم برای بچه های عموت عتبه و عتیبه اومدم. اونا هم از جنبه شرف و نسب خانوادگی چیزی کم ندارن.
گمان نمی کنم که دخترات رو به اونها ندی. پیامبر اسلام که ارزش انسان رو بهتر از هر کسی می دونست، بدون مشورت با دختراش جوابی به خواستگاری اونها نداد. با عموهای خودش با احترام و مهربونی رفتار کرد، ولی بلافاصله نگفت که دخترام رو به پسرای ابولهب میدم. او مشاورت با اهل خونه رو به عنوان مایه آرامش و شادی پذیرفته بود و اینکه باید برای زنان ارزش قائل بود و در پیشنهاد عموی خودش گفت: راست میگویی ای عمو جان، باید برای قوم و خیش خود ارزش و اهمیت قائل شد. ای عمو جان، در این موضوع کمی به من فرصت بده تا با دخترانم صحبت کنم. بعد از این واقعه پیامبر موضوع رو با اهل خونه در میون گذاشت. همسر وفادار پیامبر هم حضرت خدیجه موضوع رو با دختراش در میون گذاشت. مادر و دخترانش همسر ابولهب ام جمیل رو خیلی خوب میشناختن. او به گفتن حرفا و انجام رفتارهای ناپسند، سنگدلی و دلشکستن مشهور بود. هیچ کدوم اونا حاضر نبودن تا عروس چنین زنی بشن. هرچند که دختران رسول خدا قصد ازدواج با پسران این خانواده سنگدل رو نداشتن، ولی ابولهب و زنش به این وصلت اصرار خیلی زیادی داشتن. و مسئله اینجاست که اگه دخترای پیامبر با مردای دیگه ای هم ازدواج میکردن، خانواده ابولهب اونها رو راحت نمیذاشتن. خانواده ابولهب از ازدواج حضرت زینب با ابوالعاص خیلی ناراحت شده بودن و افسوس می‌خوردن که چرا زینب با شخص دیگه‌ای ازدواج کرد. علی‌رغم همه چیز دخترای پیامبر مؤدبانه انتظار کشیدن و این کار رو به حال خودش رها کردن. در نهایت پیامبر و حضرت خدیجه با نگرانی زیاد به ازدواج اونها با پسرای ابولهب رضایت دادن. پدر مهربان برای دختراش آرزوی خوشبختی کرد و اونها رو به امان خدا به خونه بخت فرستاد. محمد علیه السلام فرستاده و پیامبر خدا. در آسمان مکه نوری دیده می شد. جبرئیل پیام انتخاب پدر عزیزشون به عنوان فرستاده و پیامبر رو از طرف خدا آورد. پدر عزیزشون که تا به اون روز معروف به محمد همین بود و هر کسی با خیال راحت مالش رو به او امانت میداد، حالا با اومدن خبری از آسمان به عنوان رسول و فرستاده خدا تعیین شده. اولین شخصی که به پیامبر و دین جدید ایمان آورد هم مادر عزیزشون بود. به دنبال اون اعضای خانواده، حضرت زینب، حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمه ایمان آوردن. بعد از اون با ایمان آوردن حضرت ابوبکر، حلقه ایمان آورندگان روز به روز بزرگتر شد و تعدادشون هم روز به روز افزایش پیدا کرد. مشرکان قریش هم برای جلوگیری از رواج دین جدید جلساتی رو تشکیل دادن و به این نتیجه رسیدن که محمد رو در آوردن دین جدید به حال خودشون رها کرد. اگه میخواید که اون رو از کارش بازدارید، پس دختران اون رو طلاق بدید تا ذهن محمد با طلاق اونها مشغول بشه و این اشتغال ذهنی باعث استراب اون بشه. این میون اونا برای انجام این تصمیم فوراً وارد عمل شدن. ابولهب که به دنبال نزول سوره مسد نظرش کاملا عوض شده بود، به فرزندانش این جملات تلخ رو گفت: اگر دختران محمد رو طلاق ندید، با شما قطع ارتباط میکنم. بعد هم پسرای خودش رو مجبور به جدایی از دخترای حضرت محمد کرد. عتبه و عتیبه که از این اتفاقات تعجب کرده بودن، دلیل این امر رو پرسیدن و ابولهب به اونها اون چیزی که بین خودش و بزرگان قریش گذشته بود رو گفت. جوابی که گرفتن اونها رو قانع نکرد و به همین خاطر بلا فاصله به پدرشون جواب آری ندادن. ابولهب که از دست پسراش عصبانی بود، ماجرا رو برای همسر خودش تعریف کرد و از اون خواست تا پسراش رو قانع کنه. ام جمیل گفت با کمال میل این کار رو انجام میده و با عصبانیت به نزد پسراش رفت. اون بعد از گفتن حرفای ناروا درباره پیامبر اکرم سوگند خورد تا زمانی که دخترای محمد رو طلاق ندید، نه غذایی خواهم خورد و نه با کسی حرف خواهم زد. سرم را هم نخواهم شست و در سایه نخواهم نشست. دو پسر که در تلاش بودن تا از زیر فشار در برن برای اینکه جلوی مادرشون رو بگیرن تا این کارها رو نکنه، سعی کردن تا اون رو قانع کنن، اما نتونستن. ام جمیل که سوگند خورده بود، هر اون چیزی که گفته بود انجام داد.
دست از خوردن و نوشیدن و حرف زدن با مردم کشید و دو پسر که از دیدن احوالات مادر خودشون ناراحت شده بودن درباره صحبت‌های مادرشون فکر کردن. ابو جهل که با خوشحالی همه این اتفاقات رو تعقیب می کرد با تعدادی افراد بدتینت به نزد عتبه و عتیبه رفت و به اونها گفت که اگر دخترای محمد رو طلاق بدید هر کدوم از دخترای قریش رو که تمایل داشته باشید به وصلت شما در خواهم آورد. عتبه گفت که اگه ترتیب وصلت من با دختر عبان ابن سعید یا دختر سعید ابن عاص رو بدی من گفته های تو رو به سرعت به جای خواهم آورد. ابو جهل در برابر این خواسته او وعده و وعید داد و سوگند یاد کرد و قلب‌های اونها رو لبریز از کینه و خشم کرد و اونها رو برای طلاق دادن دخترای حضرت محمد مجاب کرد. عتبه از حضرت رقیه و عتیبه هم از حضرت ام کلثوم جدا شدند. خداوند متعال با مرحمت خودش دخترای پیامبر رو از دست خانواده‌ای که اهل جهنم بودن نجات داد. اونا دوباره به کانون محبت و رحمت پدر و مادر خودشون برگشتن. ابولاس ابن ربیع با بیان این که اصلاً قصد جدایی از حضرت زینب رو نداره پیشنهاد افرادی از قریش رو که زیاده روی کرده بودند رو رد کرد. هدن ابن ابی عاله پسر حضرت خدیجه از همسر اولش یکی از شاهدای این اتفاق بود. روزی او دیگه نتونست در برابر این کار صبر کنه و به نزد رسول خدا رفت و گفت ای رسول خدا چرا اجازه دادید دخترانتان از پسران ابولهب جدا بشن؟ پیامبر با قدردانی از نگرانی پسر خواندش درباره این موضوع خانوادگی به اون گفت چون خداوند به من اجازه داده تا دخترانم رو فقط به نکاح اهل بهشت در بیارم. چند ماه از طلاق گرفتن دخترای پیامبر میگذشت. حضرت رقیه با صبر در تلاش بود تا زخم‌های خودش رو بهبود ببخشه. خداوند برای پاداش دادن به صبر حضرت رقیه، حضرت عثمان که بسیار مورد علاقه و مورد احترام مردم مکه بود رو بر سر راه اون قرار داد. حضرت عثمان بعدها درباره اتفاقاتی که افتاده بود چنین گفت: یکی از روزهایی بود که آرزوی ازدواج داشتم. صبح زود از خانه خارج شدم و به کعبه رفتم. در اونجا با گروهی از مردم قریش نشستم و صحبت کردم. این صحبت یکی از اونها درباره ازدواج دخترای رسول خدا با پسران ابولهب گفت. رقیه بسیار با ادب بود و وقتی حرفای اون مرد رو شنیدم خیلی ناراحت شدم و با خودم گفتم که چرا قبل از اونها وارد عمل نشدم و نیت ازدواج با رقیه رو نکردم و این وسط پشیمونی بزرگی وجودم رو فرا گرفت. نتونستم خیلی اونجا بمونم و بلند شدم. از دوستان خودم خداحافظی کردم و از اونها جدا شدم. در حالی که در مسیر رفتن به خونه بودم، در راه با خاله خودم سوده بنت کرعیز برخورد کردم. در گوشه نشسته بود و تکان هم نمیخورد. خاله هم به نوعی کاهن بود و برای مردم مکه فال میگرفت و تفعلی به غیب میزد. وقتی منو دید اشاره کرد تا به نزدش برم. رفتم و کنار اون نشستم. متوجه ناراحتی من شده بود و به همین خاطر به من توجه زیادی کرد. با خوندن شعری اون چه رو که فهمیده بود بیان کرد. بعد بهتون بگم که حرفای اون زن خبر از ازدواج حضرت عثمان با دختر پیامبر رو داد. حرفاش این بود: مژده سه چیزی که خواهی دید را بگیر، با آنها درود گو، سپس مژده سه چیز را به جای سه چیز دیگر را بگیر تا زمانی که ده چیز شوند. ای کسی که از مردم در برابر بدی‌ها محافظت می‌کنی، خیر و نیکی به سراغ تو آمده. سوگند یاد می‌کنم که با بانوی بی نهایت زیبا و شریف ازدواج خواهی کرد. با دختر شخص نجیبی ازدواج خواهی کرد و با این کار آبروی تو فزونی خواهد یافت. نقشه مشرکان قریش نقش براب شد. طلاق دادن دخترای رسول خدا باعث دست کشیدن او از رسالتش نشد. اوضاع برای پیامبر نه تنها بدتر نشد بلکه بهتر هم شد، چون خداوند عثمان ابن عفان رو نصیب دو دختر جوان رسول خدا کرد که شخصی نیکو، سخاوتمند و از خانواده‌ای اصیل و ثروتمند و میانه رو و خوش اخلاق بود و یکی از هشت نفری بود که برای اولین بار دین اسلام رو پذیرفت و بسیار بهتر از همسرای سابق دخترای پیامبر. خورشید دو عالم رسول خدا حضرت رقیه رو به نکاح حضرت عثمان درآورد. برای اونها دعا کرد و از خداوند خواست تا برکت و رحمت خودش رو نصیب اونها کنه.
مشرکان قریش به خاطر این اتفاقات خشمگین تر شدن. اونا نمیخواستن که کسی کار خیری برای مسلمون ها انجام بده. به همین خاطر هم اونا شروع به آزار و اذیت تازه مسلمون ها کردن. اونا مسلمونای غریب رو با شکنجه دادن بسیار آزار و اذیت می‌کردن و خواستن که جلوی گسترش دین جدید رو بگیرن، ولی برعکس روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده می‌شد. اذیت و آزارهای مشرکان هم برای مقابله با این جریان به شکلی باور نکردنی ادامه داشت و پیامبر گرامی اسلام با دیدن رنج و عذابی که اصحابش تحمل می‌کردن ناراحت شده بود و به پروردگار خودش پناه. مدتی بعد اجازه هجرتشون به حبشه از سمت پروردگار داده شد. ماه رجب سال پنجم بهسد سال 615 میلادی بود. مقدمات هجرت شروع شده بود. در قافله اول هجرت داماد و دختر گرامی پیامبر اسلام هم حضور داشتند. جدایی از خونه و خانواده و جدایی از سرچشمه رحمت پیامبر اسلام برای اونها بسیار سخت. ظلم و ستم مشرکان هم این وسط همچنان ادامه داشت. به خاطر اذیت و حقارت و شکنجه‌های مشرکان که روز به روز در حال افزایش بود، شهر مکه دیگه به جایی غیر قابل سکونت برای مسلمان ها تبدیل شد. اذیت و آزار روزافزون مشرکا باعث شده بود تا مسلمان ها دیگه به راحتی نتونن که عبادات دینی خودشون رو به جای بیارن. مشرکا هم قصد دست برداشتن از قلدری و آزار و اذیت اونها رو نداشتن. به همین خاطر رسول خدا روزی به مسلمونا گفت بر روی زمین پراکنده شوید. خداوند روزی شما را دوباره گرده هم خواهد آورد. صحابه هم گفتند ای رسول خدا کجا بریم؟ پیامبر با دستش به سمتی که حبشه قرار داشت اشاره کرد و گفت بهتره که به سرزمین حبشه بریم. در زیر سایه پادشاه حبشه از آزار و اذیت مصون خواهید بود. اونجا سرزمین حقیقت و راستیه. امیدوارم که خداوند در اونجا اسباب راحتی شما رو فراهم کنه. به دنبال این اجازه و توصیه های رسول خدا، برای اولین بار قافله 15 نفره از مسلمونا برای محافظت از دین و باورهای خودشون خونه و وطن و سرزمین و خانواده ها و خیشا و همسایه های خودشون رو رها کردن و مخفیانه راهی سرزمینی بیگانه شدن. اولین قافله مهاجران از راه دریای سرخ به حبشه رفتن و پادشاه حبشه نجاشی با روی گشاده پذیرای اونها شد. اولین گروه مهاجران به حبشه عبارت بودند از حضرت عثمان و همسرش حضرت رقیه، زبیر ابن عوام، ابو حذیفه ابن عتبه و همسرش سهله، مصعب ابن عمیر، عبدالرحمن ابن عوف، ابو سلمه و خانوادش، عثمان ابن مزعون، عامر ابن ربیعه و همسرش لیلا، سهیل ابن بیزا، ابو صبر ابن ابیرهم و همسرش ام کلثوم رضی الله عنها. حضرت عثمان همسرش حضرت رقیه رو برداشت و زودتر از هر کسی به راه افتاد. رسول خدا تا مدتی از حضرت عثمان و حضرت رقیه که به حبشه هجرت کرده بودند بیخبر بود. رسول خدا گهگاهی به بیرون از مکه می رفت و از کسایی که از سمت حبشه می اومدن سراغ فرزنداش رو می گرفت. روزی زنی از قریش از سرزمین حبشه برگشته بود. رسول خدا از اون درباره دختر و دامادش سوال کرد. او هم گفت ای ابوالقاسم من اونا رو دیدم. رسول خدا پرسید حالشون چطور بود؟ آیا خوب بودن؟ زن گفت عثمان رقیه رو سوار بر مرکبی کرده بود و خودش هم پشت سرش حرکت می کرد. به دنبال اون رسول خدا گفت خداوند یار و یاور اونها باشه. بدون شک عثمان بعد از حضرت لوط علیه السلام اولین انسانیه که در راه خداوند همراه با خانواده خودش هجرت کرد. حضرت رقیه در این مدت به خاطر خستگی بیمار شده بود و به همین خاطر اولین فرزندش هم سقط شد و خودش هم بسیار ضعیف و نحیف شده بود. و آدمی در این وضعیت نیازمند توجه. حضرت عثمان هم در توجه کردن ابراز علاقه و خدمت رسانی به همسر خودش اصلا کوتاهی نمی‌کرد. اجازه نمی‌داد که همسرش درد و غربت و تنهایی رو احساس کنه. به عنوان شوهری مهربان با همسر خودش با مرحمت رفتار می‌کرد و برای برطرف کردن درد و رنج همسر خودش تلاش می‌کرد. همیشه یاور همسر خودش بود و سعی می‌کرد تا روحیه همسرش رو بالا نگه داره. در این حین اخباری از مکه رسید که باعث خوشحالی مهاجران شد.
خبر رسید که بعضی از مشرکای مکه مسلمون شده. همه جا پر شد از این خبر که مشرکای تازه مسلمون شده همراه با پیامبر در کعبه سجده کردند. وقتی این اخبار به حبشه هم رسید، بعضی از صحابه به مکه برگشتند و حضرت عثمان و رقیه هم جزو افرادی بودند که به مکه برگشتند، در حالی که این خبر واقعیت نداشت. چیزی که اتفاق افتاده بود این بود که پیامبر در حین خوندن سوره نجم این آیه رو خونده بود که به ما بگویید آیا این بت‌هایی که آنها را پرستش می‌کنید از زی، لات و منات، آیا این بت‌ها ذره‌ای قدرت دارند؟ مشرکان برای اینکه معنای آیاتی که خونده می‌شد فهمیده نشه با صدای بلند هم همه به پا کرده بود. وقتی رسول خدا به پایان سوره نجم رسید، آیه سجده رو خوند و سجده کرد و مشرکان همچون اسامی بت‌هاشون برده شده بود سجده کردن. سجده همزمان اونها باعث شد تا این جریان به این شکل تفسیر بشه که مشرکان هم مسلمون شدن. مهاجرایی که این اخبار بی اساس رو شنیده و از حبشه به مکه برگشته بودن، وقتی به سرزمین خودشون برگشتن دیدن که هیچ چیزی عوض نشده و شکنجه ها همچنان ادامه داره. اونها با تدابیر امنیتی وارد مکه شدن. حضرت رقیه به خونه پدرش رفت و با خواهرش حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمه با حسرت و محبت همدیگر رو در آغوش گرفتن. در میان اشکهایی که از چشماشون جاری شده بود، برای دیدار دوباره با همدیگه خداوند رو شکر کردن. حضرت رقیه مادرش رو در میان جمع ندید. از خواهرش پرسید ولی اونا جوابی به اون ندادن. هق هق کنان و اشک ریزان همدیگر رو در آغوش گرفتن. اشکهایی که جاری می شدن جواب واقعی رو به حضرت رقیه دادن. حضرت رقیه وقتی فهمید که مادر عزیزش از دنیا رفته، به خاطر هق هق کردن بغض گلوش رو گرفت و بعد از اون در سکوتی عمیق فرو رفت. چی کار می تونست که بکنه؟ حکم خداوند بود. انسانی که به قضا و قدر اعتقاد داره فقط صبر میکنه. حضرت رقیه هم با صبر و متانت درد و رنج جدایی از مادر عزیزش رو در سینه خودش مدفون کرد. بعد از بازگشت از حبشه، موندن دوباره در مکه زیاد طول نکشید. اجازه مهاجرت به مدینه داده شده بود. مسلمونا برای هجرت به سوی دومین سرزمین سرازیر شدن. اونها هم دوباره با خانواده خود به مدینه هجرت کردند. به این ترتیب در راه خدا ثواب دو هجرت رو به دست آوردن. حضرت عثمان بسیار زیبارو بود و مردم تا به حال مرد و انسانی به زیبایی اون ندیده بود و حضرت رقیه هم بسیار زیبارو بود. روزی پیامبر اسامه ابن زید کوچک رو که بسیار به اون علاقه داشت با ظرفی غذا به خونه ی عثمان و رقیه فرستاد. کودک وقتی وارد خونه شد و به این دو انسان زیبا خیره شد و بعد دوباره نزد رسول خدا رفت، رسول خدا به اون گفت آیا نزدشون رفتی؟ اسامه ابن زید گفت آری. رسول اکرم دوباره پرسید آیا تا به حال زوجی زیباتر از اونها دیده بودی؟ اسامه ابن زید گفت خیر ای رسول خدا. حضرت رقیه در سرزمین مدینه پسر خودش رو به دنیا آورد. رسول خدا اسم نوزاد تازه به دنیا آمده رو عبدالله گذاشت. رقیه با به دنیا آمدن این نوزاد تلاش کرد تا درد و رنج از دست دادن فرزند قبلی خودش رو فراموش کنه و او در مدینه روزگار خودش رو با آرامش سپری می‌کرد. این میون برادری و اخوت اسلامی بین انصار و مهاجرین به وجود اومده بود و اونها با یکدیگه گره خورده بودن و تبدیل به یک وجود شده بودن. انگار زندگی پر از درد و رنج به پایان رسیده بود و عبدالله هم روز به روز بزرگتر می شد و اطراف خودش رو پر از شادی می کرد. ولی دنیا محل امتحان و آزمایش. آزمون های حضرت رقیه هم خیلی سخت بودن. روزی ناگهان اتفاقی افتاد. خروسی صورت عبدالله کوچک رو نوک زده بود و زخمیش کرد. زخم‌های روی صورت عبدالله در مدت کوتاهی زیاد شدند و همه جای بدن عبدالله پر از زخم شد. عبدالله نتونست که از دست این زخم‌های غیر قابل مداوا خلاصی پیدا کنه و این زخم‌ها در عرض چند روز باعث مرگ او شد. این سختی‌ها و دشواری‌های پی در پی باعث بیماری حضرت رقیه شد و او
به جز عبدالله فرزند دیگه ای نداشت که بهش تکیه کنه. در همین حین برای مقابله با دشمنا از مسلمونا دعوت شده بود تا برای جهاد در جنگ بدر شرکت کنه و حضرت عثمان آرزوی اجابت این دعوت رو داشت، ولی وضعیت بیماری همسرش حضرت رقیه بسیار جدی. تب و مریضی حضرت رقیه روز به روز بیشتر میشد و رسول اکرم به حضرت عثمان گفت در جنگ بدر شرکت نکنه و نزد همسر خودش بمانه. حضرت عثمان برای بهتر شدن بیماری همسرش رقیه نهایت تلاش خودش رو کرد و چشم از همسر خودش برند. به او رسیدگی کرد و هر اون چی که از دستش برمی اومد رو انجام داد. ولی وقتی موعد مقرر فرا رسید، چاره‌ای بجز تسلیم شدن در برابر قدرت برتر الهی باقی نموند. و وقتی چشمای پر از عشق حضرت رقیه بیفروخ شد و روح از بدن مبارکش خارج شد، خبر پیروزی در جنگ بدر هم آورده شد. حضرت رقیه اولین دختر پیامبر بود که از دنیا رفت و بیشتر از 22 یا 23 سال سن نداشت. بدن اون رو ام ایمن غسل داد و در قبرستان بقیع دفن شد. پیامبر هنگام وفات دخترش در کنار قبرش نشست و حضرت فاطمه هم گریان به نزد او اومد و کنار پدرش نشست. رسول خدا به خاطر مرحمتی که نسبت به حضرت فاطمه داشت با گوشه لباس خودش اشک چشمای اون رو پاک کرد و به اون تسلی داد و بعد هم به خونه ی حضرت عثمان رفت و به او هم تسلی داد. زنایی که در اونجا حضور داشتن نتونستن که جلوی اشکای خودشون رو بگیرن و گریه کرد و وقتی حضرت عمر قصد مداخله داشت، رسول اکرم به او گفت عمر، اونها رو به حال خودشون رها کن. اگر انسان احساسات خودش به شخص مرده رو با چشم و قلب خودش نشون بده، این احساسات مرحمت خداوند هستن. اگر این احساسات با دست و زبان نشون داده بشه، نشونه ی فریب شیطان هستن. و بعد از وفات حضرت رقیه، رسول خدا دختر دیگرش حضرت ام کلثوم رو هم به نکاح حضرت عثمان درآورد. عزیزای دلم، حضرت رقیه با روش زندگی خودش به ما نشون داد که چجوری باید بر خداوند توکل کنیم و چجوری باید در برابر همه سختی ها صبر و تحمل پیشه کنیم. خداوند از صاحب دو هجرت حضرت رقیه و صاحب دو نور حضرت عثمان راضی باشه. خداوند پاداش ایمان و رنجی که تحمل کردن رو به بهترین شکل ممکن نصیب اونها بکنه و شفاعت اونها رو نصیب ما هم بکنه. آمین یا رب العالمین.